در برنامه امشب آقای بشیر احمد تیانج، عضو بولوسی جرگه و عضو حزب جنبش ملی افغانستان از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستند و با ایشان در خصوص بازگشت آقای دوستم و اظهارات اخیرشان گفتگو میکنیم. آقای تیانج، با سلام و سپاس از وقتتان. خب آقای دوستم خواهان رهبری یک عملیات نظامی 6 ماهه علیه شورشیان مسلح در صورت تایید رئیس جمهور غنی شده. آیا آقای دوستم به مسئولین اردوی ملی یا قوای مسلح افغانستان اعتماد ندارن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همکارا سلام تقدیم میکنم و بینندگان. همچنان ببینید، ما در قالب نیروهای امنیتی افغانستان، چه اردوی ملی باشه، چه پلیس ملی، چه امنیت ملی و چه خیزش‌های مردمی باشه، همیشه به عنوان معاون اول نظام افغانستان تاکید ما این بود که باید موثریت و قدرت دفاعی نیروهای امنیتی بالا برده شود و این عملیات ها را تحت نظر معاون صاحب که تجربه نظامی داره را اندازی شود. ما هیچگاهی بالاتر یا اضافه تر از این نخواستیم. یک موضوع، موضوع دو، ما در آستانه فلسطین پشتبینی ها بر صلح زیاد شده نسبت به زمان دیگر، هم در داخل هم بیرون افغانستان تلاش های بسیاری وجود داره، ولی از طرف دیگر طالبان در دهه اواخر با آمدن فصل زمان، اطلاعاتی که ما داریم یا آنچه که شما و مردم افغانستان در جریان هستند، اینا بیشتر در جنگ ها آمادگی میگیرن و تلفات نیروهای امنیتی ما، تلفات مردم های ملکی ما و از بستر رفتن مناطق در تمام افغانستان زیاد شده. بنابراین ما من حیث یکی از به حساب اعضای ارشد حکومت افغانستان باید بی تفاوت نبوده باشیم. بله. و در این بار حکومت افغانستان باید تدابیر خود را داشته باشه که زیادترین صحبت های از این متمرکز و هدف از صحبت ما روی همین نقطه. خب از طرف هم آقای دوستم گفته که با نظریه تشکیل حکومت موقت مخالف است و اونان معاون اول تا چی اندازه با ایشان در خصوص مذاکرات صلح با طالبان مشوره صورت گرفته و موقفشان در این باره چی است؟ و یقینا صحبت هایی که در سطح چی حکومت وحدت ملی باشه یا در در بین رهبرای سیاسی افغانستان بوده باشه، با معاون صاحب صحبت هم شده، بحث هم شده روی از این موضوعات، ما دیدارهای مختلف داشتیم، همچنان با آقای زلمه خلیلزاد چندین بار دیده شد، آخرین دیدارشان در انقره ترکیه بود. ما پشتین بر صلح هستیم، آماده بر صلح هستیم و برای صلح، برای آینده افغانستان ثبات و امنیت بوده باشه او را ما میپذیریم، ولی حکومت موقت بوده باشه، حکومت به سرپرست بوده باشه یا حکومت فعلی بوده باشه، به منظور ما آمدن صلح بر مردم افغانستان است. اما آقای تیانج، چیزی که شما میگین به نمایندگی البته از آقای دوستم مقداری در تضاد از با خواسته حکومت افغانستان که نمیپذیره ایده و نظریه حکومت موقت است. اما شما میگین که معاون اول به خاطر برقراری صلح اگر حکومت موقت باشه یا هر چیزی میپذیرن، ایره شما چطور توضیح میتین؟ ببینین، اول خب ما به عنوان معاون اول نظام افغانستان هستن، در این حال یکی از جریان های سیاسی افغانستان رهبری میکنن. پالیسی است به جنبش ملی اسلامی افغانستان برای آوردن صلح از بر قیمتی که میشه، با در نظر داشت حفظ ارزش های مردم افغانستان، حقوق خانم ها، آزادی بیان، قانون اساسی افغانستان، این موضوعات است. ولی در قالب حکومت افغانستان ما با در هماهنگی با ریاست محترم جمهوری و ریاست اجرایه بحث میکنیم، چانه زنی میکنیم که کدام راه برای افغانستان، برای آینده افغانستان بهتر از اون خواهد کردیم. خب از طرف هم آقای دوستم بعد از مدت ها به وطن برگشتن، آیا قصد بازگشت به کابل و پیشبرد وظایف خود به عنوان معاون اول ریاست جمهوری دارن یا خیر؟ یقینا پیشبرد معاونیت اول را دارن و امروز هم در حضور در شمال حضور دارن، به عنوان معاون اول آمدن که مشکلات امنیتی که تهدیدات بلند شده و یا سایر مشکلاتی که مردم خصوصا در آخر سیلاب ها را داشته و موضوع پروسه صلح را با مردم مشوره بگذارن، به عنوان معاون اول آمدن و تمام بازدید های خود را با حکومت شریک میکنن. بعد از کابل برمیگردن دقیقاً زمان را قید کرده نمیتونیم، تلاش میکنیم که با حل مشکلات منطقه است به کابل تشریف. خب از جانب دیگه هم آقای دوستم یکی از دلایل برگشت خود شرکت در انتخابات عنوان کرده، موقف آقای دوستم در انتخابات ریاست جمهوری آینده دقیقاً چی است و از کدام تیم حمایت خواهد کردن؟ خب این چیز روشن است که ما از تیم اصلاحات و
امپذیری ثبات و امگرایی امایت کردیم و در وجه ماهان اول معرفی کردیم و مردم را با در نظر داشتیم که آینده مبهم و تاریک بر افغانستان نداشته باشیم تشویق میکنیم که از راه پروسه های مشروع انتخابی سعیم شوند در انتخابات در ثبت نام رای دهنده و سایر پروسه هایی که انتخابات داره در جناب مام صاحب است. سپاس از وقتتان و از این که لطف کردین و توضیح دادین راجع به صحبت های اخیر آقای دوستم. وقت خوش.